بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان، شب بخیر. ممنونم که در این شب عزای حسینی با ما همراه هستید و انشالله که خداوند به برکت سید الشهدا علیه السلام توفیق عنایت بکنه که امشب هم فرصت های خوبی رو با هم دیگه تجربه بکنیم و یکی دیگر از مجموعه برنامه های شب آسمانی رو بتونیم خاطره مناسب و در خور شأنی رو تقدیم شما بگذاریم و انشالله ثبت بکنیم. این فرصت ها و این لحظه ها لحظه های بسیار بسیار نابی هست که هر کسی به اندازه ظرفیت خودش باید تلاش بکنه که فهم درستی بکنه از سلوک درست زندگی و انشالله که همه ما از این موهبت الهی برخوردار باشیم و از پرتو رهنموت ها و موزه های اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام و به ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام بتوانیم برای بهتر زندگی کردن خودمون رهتوشه رو برگیریم. خواهش میکنم که دعوت بنده و همکارانم رو پذیرا باشید تا پایان این نشست با ما همراه باشید. ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد. این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد. دلها را نزدیک می کند، معارف را روشن می کند. البته گویندگان و آز مدداهان سرایندگان همه باید توجه داشته باشند این یک حقیقت عزیز است، با اون نباید بازی کرد. حقایق ماجرای عاشورا را بازیچه نباید قرار داد. منبر حسینی، مجلس حسینی، محل بیان حقایق دینی، یعنی حقایق حسینی است. شعر در این جهت، حرکت در این جهت، نوحه و مدیحه در این جهت. واقع قضیه هم همینه. ما شمر را لعنت میکنیم برای اینکه ریشه شمر شدن و شمری عمل کردن را در دنیا بکنیم. ما یزید و عبیدالله را لعنت میکنیم برای اینکه حاکمیت طاغوت، حاکمیت یزیدی، حسین ابن علی قیامش برای این بود که حاکمیت های علیه ارزش های اسلامی و انسانی و الهی را بینیشون را به خاک ممالد و نابود کند و همین کار را هم کرد امام حسین با قیام خود. خب من ممنونم از همه حمایت ها و همتی که برای این برنامه شما بینندگان کردید تا این چند روز و تماس هایی که به طور مداوم با روابط عمومی سازمان داشتید و در واقع نقطه نظرات البته در خور توجهی هم به همکاران ما منتقل کردین. خوشحالیم از اینکه تونسته این برنامه جای خودش رو در بین مخاطبان عزیز باز کنه. من هر شب انصاف بر این میدونم که باید یک تشکر ویژه بکنم از برادران و عزیزان هموطن اهل سنت خودمون که حمایت میکنن از این رویکرد برنامه در مقابل جریان تکفیری وهابی و انشالله که امشب باز ما بتوانیم با هم افقی و همگرایی با برادران اهل سنتمون که حتی ویدیوهایی هم امشب همکاران من آماده کردن که پخش میکنیم، ببینید که عزیزان اهل سنت از محبین اهل بیت هستند و این جفاست به حق بسیاری از اهل سنت که اونها رو همتراز با جریان وهابی و تکفیری ببینن و انشالله که ما با همین وحدت و همگرایی بتوانیم در جهت تبیین حقیقت و آنچه که راستی است و آنچه که حق است فهم خوب پیدا بکنیم و فارغ از تعارضات خدای نکرده نفسانی به موضوع نگاه بکنیم. ما گرچه در سوی دیگر این میدان شبکه‌های وهابی رو داریم می‌بینیم که خیلی تلاش می‌کنن ناجوان مردانه انصافاً
بر منبر وعظ بنشینن و در واقع تیغ نقد بی مبنای خودشون رو به هر قیمتی بر تاریخ بکشن و مبانی تاریخ رو دوچار خدشه بکنن. اما ما واقعا رویه این گونه نداریم. از سر یک رسالت رسانه‌ای احساس میکنیم وظیفه ما این هست که زمانی که در یک جامعه به هر حال یک سمی افکنده میشه، متکفلین این اقدام باید به میدان بیان. این سم سم فکری است و رسانه رسالتی در مقابل این اتفاق داره و همین دلیل این برنامه به طور خاص در ایام محرم در کنار سایر شبکه‌ها و برنامه‌های همکاران دیگرمون جهد و تلاشش رو بر این گذاشت که نقطه توجه خودش رو و مرکز ثقل و کانون نگاه خودش رو متوجه مسئله پاسخ به شبهاتی بکنه که ناظر بر واقعه کربلا و این تاریخ بسیار بی بدیل و بزرگه. این چند شب ما بحث‌های متفاوتی رو ارائه کردیم و البته بازخوردهای متفاوتی هم دریافت کردیم. باز هم تمنا میکنم که لطف بکنید نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. من در ابتدای برنامه چون مطلع هستم که آیین وهابی دارن برنامه رو میبینند، باز هم از همین تریبون به صراحت و به صداقت خواهش میکنم که اگر واقعا اهل گفتمان علمی هستید، اهل منطق هستید، اهل استدلال هستید، ما این آمادگی رو داریم به شفافیت در یک برنامه زنده. یعنی شرط ما این هست که حتما باید برنامه زنده باشه. در یک برنامه زنده بیایم روی آنتن با هم گفتگو بکنیم. اول ما در هفته‌های قبل بارها دعوت کردیم، گفتیم ما همه هزینه‌های استقبال و پذیرایی شما رو حاضرین بپذیریم، تشریف بیارید ایران، هم ببینید میدان رو، هم ببینید نگاه مردم رو، هم ببینید که مخاطب شما از چه بلوغ فکری برخوردار هست که خیلی از حرفای سست و بی‌پایه شما هیچ وقت نمیتونه در چنین مردمی نگاه خاصی رو ایجاد بکنه. این باور دینی پایبندی به آرمان‌های حسینی نهادینه است در مردم عزیز کشور ما، ولی خب نپذیرفتید حالا به هر دلیلی. باز گفتیم که بیایم از یک سوی دیگر دعوت بکنیم. ما آماده ایم یک گفتمان رسانه‌ای شکل بدیم. بارها در این تریبون در این رسانه اعلام کردیم. دوستان من مداوم شماره‌های تماس رو، شماره‌های اس ام اس رو، ایمیل برنامه رو اعلام می‌کنن. شما فقط اگر اهل این میدان هستید، من خواهش می‌کنم که یک ایمیل به ما بزنید. ما حاضریم که هر گونه اتفاق رو رقم بزنید. همه هزینه‌های رسانه‌ایش رو هم شبکه قرآن و معارف سیما بر دوش می‌کشه. فقط شرط ما زنده بودن برنامه است. اما مهمان امشب ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اکبر روستایی هستن از فضلای حوزه علمی قم که امشب در استدیوی برنامه به اتفاق ایشون سعی میکنیم که بحث امشب رو دنبال کنیم. توصیه میکنم امشب بیننده جدیتری باشید برای برنامه های ما و برنامه امشب. ویدئوهای خیلی متفاوتی رو آماده کردیم که یک سری از واقعیت ها رو در واقع اوریان میکنه و در معرض نگاه و قضاوت فهیمانه شما قرار میده. بیان که ما سعی بکنیم که القایی خلاف واقع بکنیم. در یک بستر برنامه زنده بنا داریم شبهات رو به صراحت بدون هیچ گونه پیرایه و دخل و تصرفی پخش بکنیم و کارشناس عزیز برنامه هم پاسخگو تحلیل خودشون رو ارائه کنن. آقای روستایی خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم. بنده خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری شهادت آقا ابو عبدالله الحسین رو خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که با برنامه خوبی مهمان خانه های عزیزان باشیم ان شاء الله. ما در شبهای گذشته چند تا ویدیو پخش کردیم، برای مردم خیلی جالب بود. بخش عمده از مردم تصورشون هرگز بر این نبود که مثلا جریانات تکفیری ارادت ویژه و در واقع عشق و علاقه بسیار خاص به شخص یزید داشته باشن. حالا باز نسبت به معاویه عده‌ای مثلا یه دلبری هایی میکنن، ولی نسبت به یزید رو اصلا محال بود که تصور بکنن، چون خباثت یزید اصلا با هیچ رنگ قابل پاک شدن نیست و شگفت زده شدن. خیلی ما فیدبک و بازخورد از مردم داشتیم که اینا واقعا حقیقت داره که وهابی ها مثلا این علاقه و عشق به یزید دارن. یکی دیگر از نکاتی که امشب هم به سمتش جهتگیری خواهیم کرد و جناب علی تحلیل خواهید کرد، نکته عجیبی است که نگرش وهابی در مورد ولی جامعه اسلامی هست و اینکه ظاهرا از منظر اونها کسی که بخواد مسئولیت و عهده‌دار حکومت اسلامی باشه دلیلی نداره داره ویژگی‌های خاصی از مراتب
فضل یا زهد یا تقوایی که برازنده یک ولی مسلمین هست که اساس اسلام تقوا و در واقع جایگاه ویژه خاص خودش رو داره و همین تمایز ایجاد میکنه با سایر حکومت‌ها، اینها ظاهرا تو این مشرب هم خیلی قواعدی رو معتقد نیستن. موافق هستید در مقدمه یه تحلیل از نگرش این جریان فکری به موضوع ولایت و حاکمیت اسلامی داشته باشید و بعد بریم حرفاشون رو بشنویم و تحلیل‌های بعدی؟ خواهش میکنم. ببینید، همونطوری که فرمودین، نگرش اینها به ولی جامعه نه تنها این نیست که ولی خصوصیات تقوایی داشته باشه، بلکه اگر من بخوام در یک کلمه خلاصه بکنم نگرش وهابیت رو به ولی جامعه، کمانی که در ادامه این برای بینندگان عزیزمون ثابت خواهد شد، این هست که اینا لاقیدی، یعنی ولی جامعه هیچ قید و بندی نباید داشته باشه، لزومی نداره نه متشرع باشه هیچ. ببینید، در ظاهر میگن مسلمان باشه، فقط همین. اما مسلمانی که مسلمانی که از خدا و یا رسول هیچ اطاعتی نمیکنه، اصلا شاید نیست اطاعت بکنه و یه همچین شخصی جوش. حالا من نمیدونم آیا میشه نام این شخص مسلمان گذاشت، یعنی بگیم آقا مسلمان باشه اما هیچ اطاعتی از خدا و رسول نکنه، این چه نوع مسلمانیه؟ فکر کنم مسلمان از نوع وهابی هستش. اگه موافق باشید کلیپ رو ببینید. حتما. آره، این کلیپ رو توصیه میکنم با دقت ببینید، خیلی کلیپ جالبی است و خیلی ویدئوی منحصر به فردی است که اگر هیچ نباشد و همین یک ویدئویی که با هم میبینیم خیلی از مسائل رو شفاف خواهد کرد. ببینیم لطفا. کسانی که خود را هواداران علی و حسن و حسین می دانستن همین بزرگواران را به شهادت رسوندن. تمام در این شکی نیست که قاتل اصلی یزید حساب میشه. تمام در این شکی نیست که قاتل اصلی یزید حساب میشه. تمام در این شکی نیست که قاتل اصلی یزید حساب میشه. ما هم میگیم که لعنت خدا بر یزید و یزیدیان باد. منم اینو میگم. خب ما البته منتظر بودیم که ویدیو اول رو ببینیم، ظاهرا دوستانم در پخش یه ترتیبی رو تغییر دادن و البته این ویدیو هم قابل تأمل بود، ولی من حیفم میاد آقای روستایی که ویدیو اول رو ما نبینیم. ویدیو اول در واقع یک حکایت گویایی بود از اون مقدمه‌ای که من عرض کردم. باز قول میدیم که این ویدیو رو که حتما روی اینم تحلیل خواهیم داشت رو یک بار دیگه ببینیم. اگه همکارانم ویدیو اول رو آماده پخش دارن یا فرصتی رو. بسیار خوب. ویدیو اول در واقع یک حکایتی میکنه از اینکه اصلا دلیلی نداره که ولی امر مسلمین مثلا فرض کنین که تبعیت رسول خدا بکنه، همونطور که آیه روستایی هم اشاره کردن و همونطور که اشاره کردن صرفا کافی است که طرف مسلمان باشه، حالا بدون هیچ قید و بندی. ببینیم این ویدیو رو ظاهرا آماده شده. یک سال یزید ولی امر امام حسین بود؟ به هیچ عنوان. چرا؟ احسن، خداوند متعال میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ببینید سلسله مراتب خدا، رسول، اولی الامر. اون اولی الامریه که کار رسول رو انجام بده، آقای هاشمی، نه هر کسی که به ضرب پول و زر و گوز زدن و اینا بشه اولی الامر. دوست عزیز قبول داری حرف منو؟ ببینید دوست عزیز، با یزید این یتی که حرف منو قبول داری؟ نگاه کن دوست عزیز، ببینید تو رو خدا این جواب منو بده، من تا صبح بهش گوش میدم. شرط نیست که ولی امر اطاعت از خدا و رسول بکنه، ولی امر باید مسلمان باشه. ببینم شرط نیست که ولی امر اطاعت از خدا و رسول بکنه، ولی امر باید مسلمان باشه. ببینم شرط نیست که ولی امر اطاعت از خدا و رسول بکنه، ولی امر باید مسلمان باشه. ولی امر باید مسلمان باشه. بله، شرط نیست کسی که ولی، رهبر و مدیر و مسئول یک جامعه اسلامی میشه تبعیت بکنه از رسول خدا. تحلیل کنید آقای. ببینید، ما حدود 20 خورده ای مورد، حدود 29 مورد ما در قرآن داریم که خداوند تأکید میکنه اطیع الله و اطیع الرسول و این تعبیر اطاعت از خدا و رسول نسبت به آحاد جامعه است. فرقی نمی کنه که این فرد ولی جامعه باشه یک فرد عادی باشه. اون وقت ایشون میاد از پیش خودش بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطقی میگه نه، شرط نیست اطاعت بکنه، فقط مسلمان باشه. خب ما اولین سوالی که اینجا داریم همینه، آیا میشه تصور کرد یک کسی مسلمان باشه اما هیچ اطاعتی از خدا و رسول نکنه؟ خب مگر روح اسلام غیر از اطاعت از خدا و رسوله؟
وقتی ما میگیم آقا شرط مسلمان باشه اما خدا رو نشناسه، اگر امکان پذیره، من گمان میکنم این نوع مسلمان میشه فقط از نوع وهابی که خدا رو نمیشناسه، رسول رو نمیشناسه، فقط اون علایق شخصی، غرایز شخصی، اون در واقع اون چیزی که خودش در نظر داره فقط همونو میدونه بلا غیر. وگرنه ولی جامعه طبق قرآن خداوند داره در همون آیهی که روی تصویر مانیتور کارشناس وهابی بود و بیننده داشت پیرامون اون بحث میکرد، اطاعت بیچون و چرای خودش رو اینجا قائله، اطیع الله بدون هیچ قید و بندی، نه مطلق اینو مقید به اشخاص کرده که مثلا بیاد بگه آقا اندیشمندان جامعه اطاعت بکنه، نه خیر، مطلقه. اطیع الرسول دوباره همین اطاعت بیچون و چرا هست، و اولی الامر منکم، یعنی همین اطاعت بیچون و چرا در مورد اولی الامر هست. اون وقت این کارشناس وهابی میاد میگه این اولی الامر میتونه یزید باشه، لازم هم نیست از خدا اطاعت بکنه. خب من سوالم اینجاست، اگر ما اطاعت بیچون و چرای فردی رو از یک سو قائل باشیم، بگیم آقا از این فرد اطاعت کن، ولی این فرد لازم نیست هیچ قید و بندی داشته باشه، و از اون طرف بگیم خب از خدا هم بیچون و چرا اطاعت کن، آیا این تناقض نمیشه؟ یعنی من از یک طرف باید اطاعت از خدا بکنم، از یک طرف باید از هوای نفس این فرد اطاعت بکنم، این دقیقا مقابل همه، و چنین تفکری حاصل و نتیجهش بیدینیه. پشتش چی خوابیده؟ بالاخره این یه مشربی است که حتما در پس اون یک نیت خاصی نهفته است. این یه موضوع کاملا عقلانی است. این تحلیلی که شما میکنید، هر آدمی که یک بضاعت بسیار اندک از عقل رو خداوند بهش نصیب کرده باشه میفهمه اسلام و مسلمانی زمانی معنا پیدا میکنه که شما تبعیت کنی، مقید باشی، قیودش رعایت بکنی، و در یک جامعه مسلمان با این قواعد باورمند حتما حاکمی باید باشد که فهم ابتدایی از این معقولات داشته باشه و مراعی این مسئله باشه. اینها کاملا درسته، اما سوال من اینه چه می شود، چون این مسئله مثلا کاملا عقلانی است، چه می شود که اینها میان سعی میکنن این مسئله عقلانی به این شفافی رو نادیده بگیرن و سعی کنن معکوس جلوه بدن، در پسش چی خوابیده؟ ببینید، من اگر بخوام این رو شفاف خدمت شما عرض بکنم، ما عبارتی داریم در کتاب السوائق المحرقه، نویسنده این کتاب ابن حجر هیثمی است از علمای شافعی مذهب، یک عبارتی رو از امام محمد غزالی نقل میکنه، بله، که من این عبارت رو میخوام به صورت مستند خدمت بینندگان عزیز ارائه بدم که اگر تصویر کتاب رو دوستان نمایش بدن، این رو من به صورت مستند بیان بکنم. کتاب از السوائق المحرقه فرد علی اهل البدع و الزندقه، بله، این تصویر مانیتور ما هستش، نام کتاب در اینجا در صفحه 197 همین کتاب، بله، صفحه 197 میاد میگه قال الغزالی و غیره، غزالی و غیر غزالی گفتن که حرام است سخنران و غیر سخنران روایت کنن مقتل امام حسن و امام حسین رو، حرام بگن امام حسن و امام حسین رو کی کشته، چرا کشتن، و این حکایات رو بگن، و ماجرا بین الصحابه من التشاجر و التخاصم، میگه حرام اون دعواهای بین صحابه بیان بشه، چرا؟ فانه یهیج علی بغض الصحابه، این باعث میشه که مردم نسبت به اصحاب رسول خدا کینه به دل بگیرن و طعنه بزنن، در حالی که اونها بزرگان دین هستن. خب ببینید، از ظفرم متشکرم، اینجا این تعبیری که این آقا داره میگه آقا شما بیان نکن مقتل امام حسین رو، عیب یزید رو نگو، به خاطر اینکه منجر میشه مردم به یزید ایراد بگیرن، حالا نام یزید رو نمیبره ولی مشخصه، ایراد بگیرن به یزید، در حالی که یزید از بزرگان دین هست. من سوالی که اینجا دارم اینه، آیا دین ما نبوی است یا اموی؟ اگر ما تابع دین نبوی هستیم، آقا رسول خدا در منابع شیعه و اهل سنت آمده که فرمودن الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، این دو بزرگوار آقای جوانان بهشتن، و اگر دین اموی است و که طبیعتا دین وهابی از این نوعه، دین اموی است، اگر این دینه، خب بله اسم یزید رو نیار، چون مردم کینه یزید رو به دل میگیرن، چون یزید بزرگ دین وهابیته. سخن اینجاست، یعنی اگر این آقای وهابی نمیخواد از یزید حرفی به میمن بیاد، اگر آقای وهابی 29 مورد اطیع الله و اطیع الرسول رو کنار میذاره، اگر این آقای وهابی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این آیه قرآن رو کنار میگذارد،
فقط به خاطر اینه که میخواد اون دین اموی خودش به خطر نیفته. حتما فکر میکنم یک قرینه و یک دلیل دیگری هم بشه بر این نگاه کرد، ناظر بر این که به هر حال مردم امروز جناب آقای روستایی در معرض رسانه هان، مردم این دهه با دهه گذشته زمین تا آسمون فهمشون متفاوت شده، در معرض جریان آزاد اطلاعات هستن، میفهمن، درک میکنن. الان کسی نیست که در دنیای امروز رفتارهای بسیاری از حکام عرب رو که میرن لابی میکنن با صهیونیست ها، نمیدونم رفتارهای میکنن که با هیچ منطق اسلامی سازگار نیست، داره میبینه. یک مقدار من فکر میکنم که این ساپورت و پشتیبانی از رفتار اینها هم باشه، یعنی در واقع یک قدری تطهیر کردن مناسبات و رفتارهایی که حکام عرب در منطقه این روزها دارن انجام میدن. چون هر مسلمانی سواله که این اگه حاکم اسلامی است، چای خوردنش با صهیونیست‌ها چه منطقی داره؟ با کفار این همه لابی کردن چه منطقی داره؟ اتفاقا دقیقاً همین فرمایشی که حضرت عالی میفرمایین در تاریخ آمده. خیلی جالبه. خلیفه عباسی به شخصی به نام عبدالمغیث حنبلی، بله، به اون میگه که چرا یزید رو لعن نمی‌کنی؟ چرا لعن یزید رو جایز نمی‌دونی شما؟ این آقای عبدالمغیث حنبلی دقیقاً همین پاسخو میده. میگه اگر من بخوام یزید رو لعن بکنم، شخص شمای خلیفه سزاوار به لعنی، چون شما می جرمای انجام دادی. یعنی در واقع اینها میخوان اون موقعیت حاکم رو حفظ بکنن. حالا شما امروز میفهمید حکام عرب اون روز اون حاکم عباسی بود، میاد از این چشم پوشی میکنه که موقعیت این فرد رو در واقع بهش توجه بکنه. این رو هم من سریع نشون بدم، چون ما بنامون هست هم در شبکه قرآن و هم در شبکه ولایت بدون سند صحبت نمی کنیم، هر چی میگیم دقیقاً عین کتاب رو نمایش میدیم، چون بینندگان این دو شبکه طبیعتاً بینندگان فهیم و تحصیل کرده هستن و از ما جز این رو انتظار ندارن. مثلا من این رو خیلی سریع نمایش میدم، کتاب سیر اعلام نبلای شمس الدین ذهبی، در این کتاب که تصویرش در روی صفحه تلویزیون مشخص هست، جلد 21 و انتشارات مؤسسه رساله در بیروت لبنان این کتاب به چاپ رسیده. بله. اینجا در صفحه 161، جلد 21 صفحه 161، عبارتی رو میاره به نقل از ابن تیمیه حراني. میگه ابن تیمیه حراني استاد ما، یعنی استاد شمس الدین ذهبی، حکایت کرده که خلیفه ناصرالدین عباسی زمانی که خبر بهش رسید که عبدالمغیث حنبلی سب یزید رو جایز نمیدونه، تنک کرد بهش برخورد، گفت بابا دیگه منم که خلیفه عباسی هم میدونم یزید چه کار است، و قصده سعی کرد که بره سمت اون آقای عبدالمغیث مسافرت بکنه به اونجا. خلاصه به اونجا رسید تا میرسه به اینجا و بهش گفت خب چرا تو این کار رو انجام میدی؟ عبدالمغیث این گونه پاسخ داد: یا هذا انما قصدت کف الالسنه ان لعن الخلفا. و بعد در ادامه میگه آقا من اگر این کارو کردم، اگه میگم یزید نباید لعن بشه، به خاطر اینکه میخوام خلفا لعن نشن، یعنی من جمله خودشون. بله. و بعد اینجا میگه ولو فتحنا و الا لو فلو فتحنا هذا، اگه این بابو باز بذاریم یزیدو لعن بکنیم، لکان خلیفه الوقت احق باللعن. بله. شما خودت سزاوار به لعنی. یعنی دقیقاً همین گفتمان که امروزه اینها دارن رعایت میکنن در اون ایام بوده. بسیار خوب. من خواهش میکنم بینندگان عزیز توجه ویژه‌ای بکنم به مضامین ویدئوی بعدی که خواهیم دید. ویدئوی بعدی از البته جناب توضیح دادید خسرو. بله. بله. ما پیرامون این ویدئوی قبلی یه توضیحاتی بفهمید. داریم. بفهمید. بله. تکمیل کنید. ببینید بیننده عزیزی که روی آنتن بودن خیلی اصرار داشتن که به این شخص بفهمونن که یزید چه شخصیتی بوده. اما هم از نظر اعتقادی انسان خرابی است و هم نحوه روی کار آمدن یزید رو می‌خواستن گوشزد بکنن که بالاخره یزید با مکر و حیله آمده. و خب من یه چند مورد از این موارد رو که کارشناس وهابی ابا کرد بپذیره از کتب برادران عزیز اهل سنت بیان می‌کنم تا ببینن یزید به روایت اهل سنت یعنی چه و یزید به روایت وهابیت یعنی چه. کتابی است به نام البیان و تبیین، نویسنده جاهز هست. جاهز متوفای سال 255، قریب 1200 سال قبل ایشون از دنیا رفته. خب در این کتاب در جلد دوم که انتشارات کتاب هم در قاهره هست،
در صفحه 123 عبارتی داره، میاد نقل میکنه، میگه یزید به خلافت رسید، یزید الخمور، یزیدی که بسیار شراب مینوشید، یزید القرود، یزیدی که میمون باز بود، یزیدی که پلنگ باز بود، الفاسق فی بطنه، اهل حرامخواری بود و اهل شرابخواری بود، المعبون فی فرجه، اهل نعوذ بالله همجنس بازی بود، و بعدم اون رو لعنت میکنه. خب این شناسنامه یزید که اون کارشناس وهابی نمیخواست بیان کنه. یا در کتاب بعدی از طبقات الکبیر محمد ابن سعد، ایشون هم متوفای سال 230، قریب 1200 سال قبل، 1200 سال و اندی پیش، در همون انتشارات هست، تحقیق دکتر علی محمد عمر، در جلد هفتم صفحه 70 ماجرایی رو نقل میکنه که عبدالله ابن حنزله آمده پیش یزید و با یه عده از مردم مدینه. خب یزید میاد به اینها رشوه میده که نکنه اینها برن شرابخوری یزید رو گزارش بدن. اما وقتی آقای عبدالله ابن حنزله برمیگرده مدینه، این عبارت رو داره: فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجاره من السماء. میگه ما رفتیم پیش یزید به قدری جرمای زیاد بود که ترسیدیم از آسمان سنگ بر سرمو بباره. چرا؟ به خاطر اینکه یزید ینکه الامهات، با همسران پدر خودش نعوذ بالله عمل منافی عفت انجام میده، ول بنات، با دختران خودش همین کار رو انجام میده، ول اخوات، با خواهران خودش همین کار رو انجام میده، و یشرب الخمر و یده الصلات، شراب میخوره نماز نمیخونه. این هم باز برگ دیگری از شناسنامه یزید. از دوستان تا فرمان کمال تشکر رو دارم. البته ما غیر از این هم مطالبی رو داریم، ولی با توجه به کلیپ های بعدی فکر نمی کنم که فرصت بشه نرسیم. اما فقط من در مورد نحوه روی کار آمدن یزید یه دو سه تا مطلب رو عرض بکنم و بعد خدمت شما باشیم با ویدئوی بعدی. ببینید، کتاب مقاتل و طالبین ابوالفرج اصفهانی متوفای 356، ایشون در این کتاب که منشورات شریف رضی هم به چاپ رسونده و در روی صفحه دوستان ملاحظه می‌فرمایند، این هم شناسنامه این کتاب هست، چاپ دوم کتاب و سال چاپ، اینجا عبارتی داره در صفحه 60، بله، در شرح حال امام حسن مصطفی علیه السلام میگه: و دست معاویه الیه حین اراد ان یعهد الی یزید بعده و الی سعد بن ابی وقاص سمن فمات منه فی ایام متقاربه. میگه زمانی که جناب معاویه میخواست یزید رو ولی عهد خودش قرار بده، هم به امام حسن مجتبی و هم به سعد ابن ابی وقاص سم داد، اونها رو مسموم کرد و اینها در یک ایام نزدیک به هم از دنیا رفتن. یعنی معلومه این دو نفر رو پلی بر سر راه خودش میدونسته و نمیتونسته این رو تحمل بکنه. یا کتاب بعدی تاریخ مدینه دمشق که ابن عساکر این رو نوشته، از علمای بزرگ اهل سنت، در انتشارات دارالفکر لبنان هم به چاپ رسیده، نویسنده متوفای 571 هجریه، یک قرن پیش تقریبا. در این کتاب که این هم صفحه دوم هستش، در صفحه 120، من شماره جلد فقط فراموش کردم خدمت عزیزان بگم، شماره جلد در اینجا روی صفحه آمده، جلد 59 التاسع و الخمسون، در صفحه 120 جلد 59 میگه وقتی جناب معاویه آمد و رسید به مدینه، بین او و بین امام حسین و عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن پسر ابوبکر و عبدالله پسر زبیر درگیری لفظی رخ داد و در مورد بیعت یزید. و بعد جناب معاویه اینطور گفت: انی اتکلم بکلام فلا تردوا علی شیئا فاقتلکم. من میخوام در مورد بیعت یزید صحبت کنم، حرف بزنید میکشمتون. یعنی این یزیدی که بیننده میگفت که با مکر و غلبه آمده، اینجا کاملا واضح و آشکار هست. حتی به نحوی این بحث یزید واضح هست که کارشناس وهابی، یعنی یک شخصیت وهابی به نام رشید رضا، همون هم همین حرف رو میزنه. یعنی ما بین وهابیت هم بعضی از افراد رو داریم که این رو میگن، ولی خب این کارشناسان وهابی این مطلب رو نمیخوان ما بیشتر رو کردم. وهابی های تکفیری هست که یک قدری اصلا جنس متفاوتی از نوع نگاه و اندیشه رو دارند. خب فهمان شما تموم شد که بریم؟ من فقط عبارت رشید رضا، البته خیلی از عبارات و فاکتور گرفتم بخاطر فرصت محدودمون، فرصتمون خیلی کم میشه، اصلا ویدیو دیگه نرسیم. ببینید عبارت تفسیر المنار رشید رضا، بله، اینجا نام تفسیر آمده، المنار جلد ششم، تألیف از سید محمد رشید رضا، انتشارات
مصر در 1367 هجری به چاپ رسیده. صفحه 367 در جلد ششم، صفحه 367 بحثی رو مطرح میکنه پیرامون خروج بر امامان ظلم و جور. بله. بعد در پایین صفحه میگه از همین باب هست خروج امام حسین نوه پیامبر بر امام ظلم و ستم. اون امام ظلم و ستمی که ولایت مسلمین رو به عهده گرفت بالقوت والمکر، یزید ابن معاویه نامش هم میبره، خذله الله، که خدا او رو خار و ذلیل بکنه و یاور اونها که کرامیه و نواسب هستن خدا اونها رو خار بگرداند. ببینید خود این آقا داره یاور یزید رو میگه ناسبی بله. و میگه با مکر رو غلبه آمده، اما این کارشناس وهابی نمیخواست بپذیره. خیلی متشکرم. من خواهش میکنم قبل از اینکه ویدیوی بعدی رو ببینیم یک تأکیدی داشته باشم و عنایت ویژه‌ای که شما بینندگان عزیز و هوشمند حتما خواهید داشت، برای اینکه یکی از تلاش‌های ما و همواره مستمر ما در این برنامه این بوده که در واقع یک ظلم و جفایی که جریان تکفیری وهابی معمولاً بر اهل سنت روا کردن رو اینجا تبیین بکنیم که بدانیم این نکات به هیچ وجه و این نگرش های در واقع وهابی ها به هیچ وجه ربطی به اهل سنت نداره. تفاوت آرای وجود دارد در بین علما، باید بحث بشود که اصلا یک ساحت متفاوتی رو میطلبه، اما این گونه نیستش که برادران عزیز اهل سنت ما از این گونه مشرب ها پیروی بکنن، اونها هم مخالف این هستن. ویدئویی که الان خواهیم دید بسیار ویدئوی ویژه و جالبی هست. خواهش میکنم که بینندگان عزیز توجه بکنن به بلندای سخن جناب آقای شیخ حسون که در واقع انصافاً خیلی زیبا در مقام مکرمت اهل بیت و حضرت سید الشهدا و تحلیلی که در واقع کربلا تبیین میکنن پرداخته. وهابی ها در مقابل این گونه جریانات قد میکشند، اما برادران اهل سنت ما این گونه در واقع به میدان آمدن در مقابل جریان فکری وهابیت. این ویدیو رو با هم ببینیم و توجه ویژه خواهش میکنم به مضامین و ترجمه های زیر تصویر بفرمایید. و جاء یزید یأخذ الخلافة قهرا و قسرا و قرأ وصية والده یا بنی ان البلد فان الناس سيدينون لك الا ثلاثة عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي وثلاثتهم في المدينة فأرسل إليهم وابدأ بعبد الله بن الزبير فإن عبد الله بن عمر رجل عبادة فإن رأى الناس بايعوا سيبايع فإن أبى عبد الله بن الزبير أن يبايعك ولم يهرب فقطعه إربا. الله أكبر. أهذا ثمن الحكم؟ أهذا ثمن رئاسة؟ أهذا ثمن المنصب؟ قال وثالثهم، قال الحسين بن علي، فإن بايعك فالناس سيبايعونك. وجاء يزيد وجمع حوله الأشقياء، وأقول الأشقياء، جمع حوله مجموعة من القذرين الذين هم منافقون حكم في كل زمان ومكان، ينافقون ولا يرعون، يدنسون ولا يتطهرون.